طبق گزارش منتشر شده از سوی سازمان بشردوستانه کودکان را نجات دهیم، بیش از 7 میلیون کودک در افغانستان به سبب افزایش قیمت غذا در بحبوحه شیوع ویروس کرونا در معرض خطر گرسنگی قرار دارند. طبق اعلام سخنگوی این سازمان، در صورتی که جامعه بین‌الملل اقدامی در این باره انجام ندهد، افغانستان با طوفان کاملی از گرسنگی، بیماری و مرگ روبرو خواهد شد. سازمان ملل اخیراً افغانستان را در فهرست کشورهای در معرض خطر قحطی قرار داده است. حتی پیش از همه‌گیری ویروس کرونا، تخمین‌ها نشان می‌داد بیش از 5 میلیون کودک افغان به حمایت‌های بشردوستانه نیاز دارند. تحقیقات اخیر سازمان ملل نشان می‌دهد حدود 2 میلیون کودک زیر 5 سال در این کشور با گرسنگی شدید روبرو هستند. سازمان ملل همچنین هشدار داده میلیون‌ها کودک به علت در دسترس قرار نگرفتن محموله‌های واکسن در خطر عدم دسترسی به واکسن‌های ضروری قرار دارند. شیوع ویروس کرونا بر صنعت هوایی تأثیر زیادی گذاشته و همین مسئله تعداد پروازهای تجاری را به شدت کاهش داده است. آژانس کودکان سازمان ملل یونیسف اعلام کرده هم‌اکنون ده‌ها کشور در معرض خطر فقدان واکسن‌های مهم قرار دارند. این در حالی است که واکسیناسیون بیماری‌هایی مانند سرخک، فلج اطفال و کزاز سالانه جان نزدیک به 3 میلیون کودک را نجات می‌دهد. یونیسف میگوید در حالی که تلاش‌ها برای ساخت واکسن ویروس کرونا ادامه دارد، مبارزه با بیماری‌های دیگر از طریق واکسیناسیون با مانع روبرو شده است. این سازمان ماه گذشته هشدار داده بود که در صورت تأخیر در واکسیناسیون سرخک، این بیماری می‌تواند دوباره شیوع پیدا کند. همچنین در گزارشی دیگر سازمان ملل تخمین زده همه‌گیری کووید 19 میتواند تا پایان سال 2020 نیم میلیارد نفر، معادل 8% جمعیت جهان را به سوی فقر سوق دهد و تلاش‌ها برای مبارزه با فقر را تا 30 سال عقب بیندازد. شیوع کرونا چالشی جدی بر سر راه سازمان ملل برای دستیابی به هدف پایان فقر تا سال 2030 است، چرا که فقر در سطح جهانی میتواند برای نخستین بار از سال 1990 بار دیگر افزایش پیدا کند، افزایشی که میتواند برنامه ها و تلاش ها برای کاهش فقر را دست کم یک دهه عقب بیاندازد.